نصر اینجا شیر سرد و گرم برای استفاده. خونتون خوشگله جان. میگم خوشگله خونتون. شلوغ ساختمونش. خلوتی خوبه؟ آدم دق میکنه؟ پس امیرخان ایشونه. چی؟ آقاتونو میگم. بوکسی چیزی کار میکنه؟ تو عکس همیشه اینجوریه. ولی تو خوب خوشحالی. فکر نمیکردم تو عروسیت انقدر سر حال باشی. فامیلای امیر تو عروسی نپرسیدن خانواده تو کجان؟ بود من خورشت کرفس دوست دارم، ولی تو این دو سه سال بعد فوت مامان یه زنگ نزدی بپرسی من مردم زندم. ها سپی؟ الان میشه رفت حموم؟ آره. چای بخور بعد برو. وای نه، گنده این صندلی های قطار رو گرفتم. گفتم بهت که نوده با آجی، سال دفتره. دیگه نمیشه، اینجا به
حق ماستش. ما چیکار بکنیم؟ بابا خودت یه جواب اینا رو بده. میام حالا. آقا چی میگی؟ بیا بریم آقا، چی میگه؟ برای مردم وسیله های منو میدی؟ جانم آقا وسیله ها ما بده. دست درد نکن. فلکس هم هم بزن زیر میزه. سپی کجایی؟ جانم دم هرچین خوشگل شد. بچرخ قشنگ بچرخ ببینم. شوهرم رو جا گذاشتم. الان میارم برات. توشک سفته رو گذاشتیم برای من؟ میخوایی توشک تو عوض کن؟ خیلی هم نرم باشه کمردن. بیا این آخری ها مامان چند دفعه توشکش رو خیس کرد، مجبور شدم دیگه پوشکش کنم. یه دفعه داشتم پوشکش رو عوض میکردم، گفت بسمه دیگه، خسته شدم، دلم میخواد بمیرم. آخی بغض کردی؟ تو که کلن دو سه دفعه بیشتر نیومدی بیمارستان، هر دفعه هم نیم ساعت بیشتر نیموندی رفتی. الان چی شده نازک نارنجی شدی؟ اون آدم مامان تو هم بود سپیده، باید میبخشیدیش. وقتی اونجوری به اون حال تو بیمارستان افتاده بود دیگه باید میبخشیدیش. وقتی یه نفر انقدر تنهاست دیگه ازش میگذرن. بعد مرگ ماما من داشتم تو اون خونه ارواح از تنهایی میمردم. اون موقع تو کجا بودی؟ با امیر نامزد بازی. تو از تنهایی هیچ وقت نمیمیری. سویده من نیومدم اینجا اذیتت کنم. من از دست تو اذیت نمیشم. بذار کمکت کنم. لازم نیست نمیخوام. بذار اینو من بلش کنم. یه کم استراحت کن. ببین چجوری برخورد میکنی؟ چجوری؟ یعنی چی برو استراحت کن؟ یا میگی آب قند بخور، یا میگی برو حموم، یا میگی آروم شو بعد حرف میزنی. من حالم خوبه زپیده. تو چرا نمیشنوی من چی میگم؟ چی میگی؟ میگم تو باید مامانو میبخشیدی. خب شنیدم.
امیر میگه فروشی نگردش باشه. امیر خداییش سنگ قبرم از چین وارد میکنن؟ یعنی از وقتی گفتی مخم داغ کرده. آره بابا همه جورش میاد، آماده، تراش خورده، فقط اسمتو روش بنویس بچسبون رو کار. ترابی با چند نفر تصویه کرد؟ بعدا با 10 نفر. وقتی ترابی با اون همه اهن و طلاپش کم میاره میزنه تو خط واردات، وای به حال این سنگورای کوچولو مچولو، فاتحهشون خونده است. میگم میخوای منم ماشینو بفروشم؟ نمیخواد. بزنم تو کار واردات سنگ چین. میگم نمیخواد. نمیشنوی؟ دوباره خودتو مسخره کن. ولی جدی اگه میخوای میتونیم با هم رو همین ماشین کار کنیم. با بچه های آژانس صحبت میکنم، روزا تو کار کن. خوشم نمیاد که خودش آویزونه بخواد واسه من کار پیدا کنه. من آویزونم؟ آک برسر من تازه هرزم گیر نده، اصلا رو سره ندارم. این وسایل منم بمونه تو ماشین تو، ببرم خونه سپیده میفهمی چی شده. یه وقت از دهنت نپره سپیده رو دید دهن لقی کنی، بفهمه هول میکنه. نه الان که رفتیم میوه فروشی زنگ میزنم به سپیده خانوم، میگم شوهرتون بیکار شده، هول کنی. از تو بعید نیست، نگار بچه هم من. از وقتی میشناسمت این فندک ماشینت خرابه، به جان که واسه من کار درست کنی ببر بده اینو درستش کنم. سلام علیکم یا خوشیدم خوشش جان تری سلام بفرمایید خوش گرمیشی جان من خوشحالم نه بفرمایید خوش گرمیشی سلام علیکم سلام حالت یخصه امین خان بفرمایید در خدمت باشین سلام علیکم سلام علیکم سلام عرض می‌کنم تو خوش گرمیشی سلام سلام چطوری؟ خوبم تو اتاقی؟ آره چقدر سیگار کشیدی؟ خوابیده؟ گفت میخوام یکم تنها باشم حرفتون شده؟ نه اومده مهمونی میخواد تنها باشه چه عجب بالاخره پوشیدیش اینو داشتیم حرف میزدیم وسط حرف یه دفعه رفت دو اتاق رفتم پیشش نه حرف میزد نه صدامو میشنید چشاش باز بود یه رفیق داشتم همینجوری بود دوره سربازی جوک میگفت چرت و پرت میگفت میخندید یه دو روز هیچی نمیگفت کپ میکرد آخر سرم سر پوست خودشو با تیر زد و امیر رفیقمو میگم اومد بیرون بهش بگو چقدر لاغرتر و جوانتر از قبل شدی من که قبلشو نیدم چیو؟ نمیگی به خواهرت بگم چقدر لاغرتر شدی چقدر جوانتر شدی نسرین کاری به این چیزا نداره باش خط آبی که شما میبینید نزدیکتر به خورشید بود یا دورتر بود امکان وجود موجود زنده روی کره زمین وجود نداره یه چیزی به نام کره بود مثل
کرات دیگه‌ای که به دور خورشید می‌چرخن، ولی امکان وجود داشتن موجود زنده نیست من شما نم. امیر تعارف کن دو سه هفته پیش میذارم. من میخواد نمونه. عزیز کن خواسته بره هتل، گفت حالا یه سری هم بمون بزن. باشه. اینه بده. خوبی تو؟ ردیفی؟ آره. اینه بپوش. رنگت پریده. چیزی نیست طبیعه. امیر اومده؟ تمومه. چی میگفتین از من؟ پرسی که اومدی از این چیزا؟ چه وقت فروختی خونه رو؟ چه فرقی میکنه؟ چرا خونه رو فروختی؟ یعنی هیچ جور دیگه آدم نمیتونست کاری بکنه؟ فروختم قرضایی که این مدت کرده بودم و بدم. تازه هنوز دو سه تا قرض گنده مونده. از کی قرض کرده بودی؟ از همون که خونه رو برداشت گفتم که نسرین برای چین همه قرض کرده بودی؟ قشنگ میدونستم اینجوری با هم حرف میزنی. این این بازجوا چرا قرض کردی؟ چقدر قرض کردی؟ از کی قرض کردی؟ پول گرفتم لابد برم گردش و تفریح، برم خوشگذرونی. هر دفعه مامانو میبردم زیر دستگاه 500 تومن خرجش بود. از کجا؟ چند بار بهت گفتم از عموات پول قرض بگیر. بالاخره این زن یه زمانی فامیل اونام بوده یا نه؟ اصلا کینه داشتن تو ژن پدری دوست شما ارثیه. دوست ندارم راجع به پدر من حرف بزنم. من راجع به پدر تو حرف نمیزنم. دارم میگم مامان من مامان تو هم بوده، از این ماجرا فرار نکن. خیلی خب بسه. این چه طرز حرف زدنه؟ از وقتی اومدم بسه. آروم باش حرف نه. ببین من اگه حالم خوب نشده بود هنوز تو اون خراب شده بستری بودم. خب اصلا به درک ارث خونه مامان. آره جون خودت به درک ارث خونه مامان. همین که گفتم دارم میام گفتی آخ جون ارث اومد. هیچ وقت نمیشه با تو دو کلمه حرف زد. تو نمیتونی حرف بزنی. چطور بقیه میتونن؟ آره من هیچ وقت نتونستم. برو بقیه حرف بزن. سلام. 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 من داوودم رفیق امیر. گوشیشو تو ماشین من جا گذاشته. سپیده. امیر نیست؟ سپید دو سال نیمش بود. شیرین ولی تا دلتون بخواد شیطون.
سپرده بودن به من، هر چی دور می‌خواستن دور بشه از من زهره ترک می‌شدن که نکنه چیزی. حالا خودمم می‌خواستم برم یه آب تنی بکنم، سنی نداشتم، ولی چون گفته بودن مواظب به این باش دیگه تکون نمی‌خوردم. یه آن نمیدونم حواسم رفت به چی، یهودم سفیده نیست، قلم داشت میومد تو دهنم که چی شده. برگشتم دیدم که مثلا اونجایی که من بهش گفتم وایسا، 2-3 متر رفته از اونجا جلوتر. رفتم نزدیکتر دیدم وایساده بالا سر یه ماهیه. یه ماهی بزرگ بود، مثلا باور کنید مثلا انقدر بود، سیاه یه دست مرده اینجوری رو آب داشت بالا پایین میشد. سریع داد زنم که سپیده سپیده برگرد امیر. همون لحظه که گفتن دیدین موج میزنه. بله بله اومدم. چیز میشه ماسه ها، یعنی زیر پا خالی میشه. همونجوری شد. قشنگه آهنگه. خالی شد و حالته که دیگه گفتم الان داره غرق میشه. حالا من خودم شنا بلد نیستم درست حسابی، خودم میترسم از آب. ببخشید من میخوام در میشه نبندی صدای موزیک رو بشنم. خوشگله. دویدم سمت آب. حالا تصورشو بکنین، این همینجوری دور شده از من، داره میره تو آب، قلب قلب آب میخوره، میره پایین میاد بالا. یه 30-40 متری دور شده بود از ساحل که من رفتم سمتشو. دیدین این وقت آدم زورش انگار زیاد میشه، نمیفهمه. رفتم اصلا نفهمیدم، زدم تو آب، گرفتم کشیدمش بیرون آرومو. صورتش حالا کبود شده بود. قشنگه موزیکم. امیر، امیر، نسرین نیست. یعنی چی؟ حالا بد شد، پاشدم آب بزنم صورتم دیدم نیست. تو کجا پوشیدی حالا؟ این برا رو بلد نیست، پاشو، میترسم تو خیابون حالش بد شد. قبلا هم این کارا میکرده؟ من باش بعد حرف زدم. شما که سر شب بغل هم دیگه بودین. نسره هیچی یادش نمیره. حالا سر چی حرفتون شد؟ هیچی، اینو بریم. چه میدونم، میگم سر چی حرفتون شد؟ سر خونه. قضیه خونه چیه؟ خونه مامان. فهمیدم، میگم خونه مامان چیه، چی شده؟ سر قرض و قلایی که کرده از بین رفته. یعنی چی؟ فروختتش خونه رو. اگه چقدر قرض کرده؟ من نمیدونم. فردا میگم هرچی مدارک داره برداره بیاره ببینیم قضیه چیه. دیدی چیزی بروش نیار و هم میریزه دوباره. سپیده ها، سهم تو از اون خونه میشد 100 میلیون. من یه سال دارم برنامه ریزی میکنم، با چند تا از این بچه ها قرار بود با هم دیگه شریک بشیم، سنگ وارد کنیم، بعد یهو این اومد و همه چی مالید. چه کار کنم؟ خونه که از بین رفته رو بکنم پول؟ پس کجا میدونی داره راست میگه؟ نصر هیچ وقت دروغ نمیگه. سهمتو کشیده بالا، داره میپیچونتت. چیو کشیده بالا؟ اصلا فکر کردی چرا اومده پیش ما؟ پول هتل موندنم نداشته. این پول نداره؟ سر شام داره از داوود میپرسه آدم توی آژانس سرمایه گذاری کنه سود داره یا نداره. آخ تو چرا انقدر ساده ای؟ نسرین از بچگی اهل پازدان علکی بود، دلش میخواد همه فکر کنن خیلی وضعش خوبه. کاش 2000 از زرنگی اونو تو داشتی. هر کی ندونه فکر میکنه با اون پول میخواستی موشک هوا کنی، جز اینه که میخواستی سنگ قبر وارد کنی از چین. اشکالی داره؟ نه اشکالی نداره. از چی؟ اصلا مگه قرار نبود اون خونه برسه به من؟ فرض کن نسرین سهم منو داده، منم دادم، خیریه. الان مشکلت حل شد؟ میدونی دست خودت نیست دیگه، هرچی میخوای ادای آدمای خاکی رو در بیاری تهش بچه اربابی. کیف میکنی وقتی با آدم تیکه میندازی.
خیلی قشنگه. فهمیدم خوشتون میاد. آهنگای دیگه اش هم شنیدین؟ شیرین، لشکر غم، الهی. چرا الان اسمش یادم نیست؟ یه سیدی براتون میزنم. آره؟ مرسی. بیچاره 31 سالش بوده که فوت میکنه. جدا؟ یا آمپول میزنه، کزاز میگیره میمیره. نمیدونستم. اون موقع خیلی از کزاز میمردن. الان دیگه واکسنش اومده. اومده. چقدر عرق کردی؟ بله من همینه دیگه، من تا میام دکنه من حرف بزنم خیس عرق میشم. فقط بعدش اینه یکی که آدمو نمیشناسه خیال میکنه ازش ترسیدم. لابد لباسای رنگ روشن هم نمیپوشی. آخ تو مهمونی خیلی تابلو میشه قشنگ زیر بغل و اینجای شیکم و پشت خیس خیس میشه. خب هر وقت خواستی با کسی حرف بزنی قبلش بگو ببین من ازت نترسیدم و کلن زیاد عرق میکنم. آره امیر میگفت شما با پدر مادرتون زندگی میکردین تا وقتی زنده بودن. آره خدا بیامرزت. امیر همیشه همینجوری تو خودشه؟ ما با هم هم خدمتی بودیم، همون موقع هم یکم یوبس میزد اما مخش خیلی خوب کار میکنه، تو دلش هم هیچ چی نیست. اینکه گفتیم با پدر مادرتون زندگی میکردین، خواستم بگم منم با مادرم زندگی میکنم. یکی دو ماه دیگه میشه 80 سالش. مجردین پس؟ بله. سپیده خانم نگفت بهتون؟ نه. حتما خیلی هم به مادرتون وابسته این. مادرمه دیگه، مادره. من از همون سر میزشان فهمیدم شما با کسایی که آدم دورو برش میبینه خیلی فرق میکنی. از کجا فهمیدی؟ همین چیزایی که میگفتین تعریف میکردین دیگه. حالا این فرقه خوبه یا بد؟ خوبه، خیلی خوبه، عالیه. همینجا وای میسیم. اینجا؟ یه ساعت دیگه همینجا بیاین دنبالم. هر جا میخواییم بریم بگیم من میرسونم اتون. آخه اینجا وقتی شب تنها. یه ساعت دیگه همینجا. یه لحظه شو پیاده نشین. چرا؟ من اگه اشکال نداره اگه میشه یه عکس ازتون بگیرم. عکس؟ با این سرووز؟ سرووزتون خیلی خوبه. خیلی به هم ریخته است که. نه جدی دارم میگم خیلی خوبه. یه لحظه اجازه بدین. خب وایسین یه دقیقه بگیرم. اینجای خوبه. خوب شد. خیلی خوب شد. پس من یه ساعت دیگه میام همینجا دنبالتون. باش. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. خیلی ممنون کردم. سر رامه. نوش بکنم. همین بودی؟ بله همین. خدا. خدا.
نسرین من یه دوش بگیرم. کجا بودی؟ یه اون نفسم گرفت، گفتم برم بیرون یه چرخی بزنم. نباید به من بگی. داشتم میرفتم خواب بودی، دلم نایمت صداد کنم. من دیشب اصلا نخوابیدم. سر شب خواب بودی سبی؟ خواب نبودم. ببخشی. داوود چقدر بامزه است. کی؟ داوود همه میگن ما اینکه رفیقان چقدر با هم فرق دارن. داوود تو کجا دیدی؟ تو همه آژانس پشت پاک راننده است دیگه، رفتم ماشین بگیرم اونجا بود. سلام. سلام. همش از عروسی و این چیزا حرف میزنه. شما یه دلیل تشریف بیاریم اینجا با منی؟ بله. کلی به خودش فشار آورد، عرق ریخت، آخرش پرسید ببخشید شما مجردین یا متأهل؟ بله بفهم. نصری شما بیا برو دوشتو بگیر. بشین یه دقیقه کارتو. مگه شما سر کار نمیری؟ نه مرخصی گرفتم، کار واجب دارم. بشین امیر. یه دقیقه بیا. چی شده؟ بابا یه دقیقه بشین، کارت دارم امیر. دیگه امیر میگم یه دقیقه بیا. چطور از دیشب تا حالا با من قهر بودی؟ هر جا که به نفع داشتی میکنی بقیهشو خری. بشین یه دقیقه. من تو نیستم میگم یه دقیقه. یه دقیقه بذار ببینم چی میخواد بگه. کجا شنیده؟ تو داری بی خود شلوغش میکنی. هر بلایی هم سرام تو زندگی اومده به خاطر این بوده که همه چی گذاشتم واسه بعد. هر چی سر اومده سر این بعد خالی کنم. من کاریش ندارم، دارم باش حرف میزنم. من عادت ندارم با نیش و کنایه حرف بزنم. حرفم هم نمیپیچونم که بعدا یه چیز دیگه از توش درآد. هر چی میخواین بدونین قشنگ بپرسین، من جوابتون رو بدم. دیشب سپیده میگفت خونه مادرتون گیر حقوقی داره. گیر حقوقی یعنی چی؟ یعنی خونه مادرتون کی فروخته شد، پولش چی شد؟ ببینم من برای تو توضیح ندادم؟ تو به من نگفتی اصلا فکر میکنم از اول همچین چیزی نبوده؟ به من نگفتی از نظر من قضیه تموم تو شده؟ تو به من نگفتی که بهش میگم فردا صبح مدارکو بیاره نشون بده؟ گفتی یا نگفتی؟ برای اینکه خیالش راحت شه گفتم نسرین مدارکو میاره بهت نشون میده. هر سوالی تو سرتونه همون موقع از آدم بپرسین که مجبور نشی تو صبح بیدار بمونی. بفرمایید مدارک. همش همینه؟ بله همش همونه. سپید شما بیا ببین کم و کسری نداشته باشه که دوباره شب بیداری نکشی. من نمیدونم شما کجا بزرگ شدی ولی حتما خانوادت خیلی مشکل مالی داشتن. آره تو راست میگی. واقعا فکر میکنی من سر خواهر کوچولومو کلا میذارم؟ یعنی میخوام سر به خواهر خودمو بالا بگیرم؟ دست اون نزن، دست این نزن. کاریش ندارم. میگم این جزء مدارک نیست. نکن. خب یه قاطی میکنه. ازت خواهش کردم ملاحظهشو بکنی. ملاحظه یعنی چی؟ وقتی برمیگرده خانواده من دی چهار بار میکنه به من میگه جدازاده بودی، چی برگردم بهش بگم؟ بگم چقدر لاغرتر از قبل شدی، چقدر جوانتر شدی. منظورش تو این کردن نیست. اون این مدلی حرف میزنه. منم این مدلی میفهمم. این به اون در. بفرما. الان میارم. انگار نه انگار همین دو دقیقه پیش داشت میترکید. همش دروغه، داره فیلم بازی میکنه. اینجوری نگام نکن، تمرکزم به هم میخوره. اون ثبت تو میشه. بس کنی سویده لطفا.
یه سیدی هم از توی قاب مشکی تو اون ساکس اونم بذار. خودتم بیا بشین. آره اون زیر میراست. همینه. بیا وسط قشنگ. پتو جمع کن زیرت. درست بسن. دستاتو صاف کن. آرنج رو صاف کن. اینا رو بچسبون. آها. دست کشیده. پشت هم صاف. صاف. قشنگ سرت به جلو. کشیده دیگه. اینو درست نگهدار. زبونت هم بده بیرون. آروم آروم نفس که بکشی بهت آرامش میده. زبونت هم در. داری خاله میشی نسری. چی؟ دختره. زفی چرا تا اومدم نگفتی بهم؟ قربونت برم. وای آخه خیلی خری عزیزم. خر دیوونه. چند وقته؟ چهارمه. نمیخواد تو راحت بشه. نمیخواد مرزش کنی. خدا کنه به باباش نره فقط. همه چیش قانونا درسته. رسما خونه رو فروخته. از مادرش وکالت داشته دیگه. هیچیش هم مشکل نداره. یعنی چی؟ هیچ. خانومت میتونه از خواهرش شکایت کنه. شکایت کنی که من از وکالت مادرم به خواهرم مطلع نبودم. مادرم موقعی دادن وکالت سلامت روحی نداشته. حافظش کار نمی کرده. من الان نیاز مالی دارم. از این حرفا دیگه. فرزندت هم باید بیاد دادگاه توضیح بده. بازم وکالت مادرش قانونا درسته. اما بعضی وقتا این جریان دادگاه و احضاریه طرفو میترسونه. خودش یه مقدار از پول میاره میده طرف دیگه که کار نپیچه. آب ما که علی شکایت کردن نیست. خواهر تو از آسایشگاه آمده بیرون پاش دادگاه باز بشه دوباره قاطی میکنه. اون دیگه به خودتون مربوطه دیگه. دست در نکنه. باشه مارد. امروز داشتم به سفیده میگفتم آقا داوود بودم اون موقع ها که تا وقتی که بچه دنیا میومددم نمیفهمید بچه چیه خیلی بهتر از الان بود. تو دو جور لباس میخریدی، هم دخترانه هم پسرونه، هیجان داشتی، دو تا اسم انتخاب میکردی. بابای من عاشق دختر بود، یعنی گفت آدم تا دختر نداشته باشه اصلا نمیفهمه بچه یعنی چی. بعد من که دنیا میام بهش خبر میدم که بچه دختره، دیگه انقدر خوشحال بوده و نمیفهمیده چجوری داره میاد تو را تصادف میکنه، میذاره به یه وانت. میگه تا هم چارا پر شده بود، همینجوری گوجه فرنگی ریخته بود. بعد راننده وانته داره داد و بیداد میکنه، بابای من میره سویچ ماشینشو گروه خسارت میده به طرف، میدوه تا خونه. دیگه میگه شب بود یهو فهمیدم که من تصادف کردم، سویچمو دادم به طرف. اصلا حالیش نشده بود چیکار کرده بوده از ذوقش. حالا آدم آروم رانندگی کنه بهتره خوب، ولی خود هول شدن هم یه کیفی داره دیگه. الان دیگه کسی برای دنیا آمدنه بچه هول نمیشه، همه چی معلومه از اول. از فریبم
سلام. ببخشید این میدونی من این آخه بگو کن بلا آخه مرسی آخه عروسک ها رو ندیدی سپیا؟ اینو زوز این چه نرمه؟ آره دیگه بر بالش هم خوبه نصری؟ بله چجوری اومدی تو؟ نه یعنی یهو قلبم ریخت چون نفهمیدم شما کی اومدین. سپیده رفته کاراشو تحویل بده. مهمونیه؟ مهمونی نه. این چند روزه آقا داوود هی ما رو برد و آورد برای خرید وسایل سارا. رو اونم نمیشه خب بهش پول بدیم. گفتیم یه شام دعوتش کنیم برای تشکر. نگفت داوود بهتون؟ سارا کیه؟ سارا؟ من پیشنهاد دادم اسمو بر بچه. خوشش اومد خیلی سپیده. حرف نزدیم ما هم؟ نه. آره خوشش اومد. گفت اسم قشنگه خیلی هم به سپیده میاد سارا. من مدارک خونه مادرتون رو بردم دادم به یکی از این بچه‌هایی که از کارهای حقوقی و اینجور چیزا سر در میارم. چیزای قانونی گفت. رو وکالت شک کردم. زنگ زدم به اون دفترخونه‌ای که مادرتون وکالت داده به شما. دفترخونه‌ای میشناخت شما رو. طبیعیه و اینکه 70 سال از پدرش تا خودش دارن کارش. نه این که میگم میشناخ یعنی خود شما رو خیلی خوب میشناخت. میگفت اون شهر خیلی هم شما رو میشناسن. یه سری چرت و پرت گفت منم قطع کردم. من میدونم که شما برای تعطیلات و سر زدن به ما اینجا نیومدین. پلیس دنبالته. فرار کردی. حالا خلاف کردی یا هرچی به خودت مربوطه. ولی وقتی فامیل منی تو خونه منی باید حواست رو جمع کنی خودتو جمع و جور کنی. من رو قضیه آبرو خیلی حساسم. یعنی اینجوری بزرگ شدم.
سلام. سلام. چطوری؟ سرم درد میکنه. دراز بکش خوب میشیم. نگفته بودی سارا رو؟ چیو؟ اسم بچه رو. حالا مگه گذاشتم اسمو؟ میخواستم بگم دوباره سیگار کشیدی تو خونه؟ نه بابا، تو حیات خلوت کشیدم. سپی یه دقیقه بیا. چیه؟ بیا تو. حالا میام. سرت چه درد میکنه؟ حالا ترافیک و شلوغیه. امین از من چیزی گفته؟ چی یعنی؟ ببین امین از من بدش میاد، هرچی بهت میگه تو باور نکن. یه چیزی اون روز بهت نگفتم. خب داوود اون شب از من عکس گرفت، فکر کنم برد به مادرش نشون بده. آدم بده نیست. یعنی چی؟ همین دیگه، آدم بدی نیست. یعنی میشه به پیشنهادش فکر کرد. داوود به تو پیشنهاد ازدواج داده؟ مگه چند روز تو رو دیده؟ چند بار با هم حرف زدیم. شوخی میکنی؟ نه، تلفنی حرف زدیم. تو جدن از داوود خوشت اومده؟ آخه شما چه ربطی داریم به هم؟ هیچی، فقط میخوام مثل آدم های معمولی زندگی کنم. دیگه نمیخوام مزاحم کسی باشم. چرا شب ازش بپرسی؟ چی ازش بپرسم؟ همین که تصمیم درباره من داره یا نه. تصمیم یعنی چی؟ بده آخه. نه چه بدی داره؟ آدم هر چی حس میکنه باید صادقانه بگه. آره، ولی مردم اینو نمیفهمن، فکرهای دیگه میکنن. تو رو خدایی کم ملاحظه بقیارم بکن. مردم هر کاری کنیم بالاخره یه فکری میکنن. چند روز دیگه یادت میره. لازم هم نیست هر دفعه میری بیرون چیزی بخری. کسی از تو انتظاری نداره. پر ساراز خوشش میاد. شما این حرفا رو به سپیدم گفتی؟ نه، واسه چی ناراحتش کنم؟ صاحب اون آموزشگاهی که من توش نقاشی درس میدادم بهم پول قرض داد، بعد من جاش بهش چک دادم. بعد چند وقت ازم خواستگاری کرد، من بهش گفتم نه. بعد اونم لجش گرفت چکار رو گذاشه اجرا. الان هم پلیس دنبالمه. تو به داوود حافیزون میگی آره، بعد به صاحب آموزشگاه گفتی نه.
وقتی میری بیرون نباید بگی کجا میری، کی میای. امین دو دقیقه بذار این خالی باشه. آخه این بودی همین الان رفت تو مردیم از کلیه دردیش کنار. خودم داشتم میومدم بیرون. نسرین این کارو بارش این روزا ریخته به هم، حواسش نیست داره چیکار میکنه. نه خیرشون تربیت خانوادگی نداره. اگر هر کی کارو بارش ریخته به هم باید با لگد درو وا کنه. چته کجا میری؟ داوود اگه نمیخواست بیاد چرا زنگ نزد؟ گوشیش هم ور نمیداره. اینا هر جا بودن با هم بودن. یعنی چی؟ خودتو نزن به اون رد، چشاش معلومه. گفتم بهت اعصابش خورده. حالا هی ببین زمینه من بچه نیستم. تو میخوای خودتو بزنی به خریات بزن. این آدم چیزی کشیده. نمیتونم. داری خفم میکنی. از وقتی اومدم همش دارین ادا در میارین. میخوام برم. دیگه الان میری بیرون دیگه نصف شب نمیام تو خیابون دنبالت. اگه میخوای بری برو وسط هم جمع کن برو. ببخشید ببخشید. برو تو اتاق دراز بکش. گفتم برو تو اتاقت. جن چرا داد بیداد میکنی؟ چرا صدا تو میبری بالا؟ امیر کارش نداشته باش. میگم واسه چی صدا تو داری میبری بالا؟ ببخشید ببخشید. گفتم سپیده ببخشید. امیر خان ببخشید. خوبه؟ کجا داری میری تو؟ بیا برو تو اتاقت. نمیخوام برم تو اتاقم. من که بچه نیستم سپیده. چرا همش بریم دستور بگیم؟ همین دست به من بزنی میزنم همینجا لت و پارت میکنم. اینجا طرز حرف زدنه؟ همینی که هست. من تربیت خانوادگی ندارم، اینجوری بزرگ شدم. چه داری با من دعوا میکنی؟ من دارم رفتار تو رو ماسمالی میکنم. رفتار منو ماسمالی میکنی؟ سپیده. این خانم اومده وسط زندگی ما، حق ما رو کشیده بالا، هرچی برنامه ریخته بودیم جنگ زده توش، بعد داری رفتار منو ماسمالی میکنی؟ سپیده فردا میخوای چجوری بچه رو بزرگش کنی؟ با چاخان؟ با چرت و پرت؟ با صدای آبشار؟ شما جایین که واسی مامان من بمیره تا بتونی بچه تو بزرگ کنی، زودتر یه تکونی به خودت میدادی که خواهر منو به این روز نندازی. بفرما من همه چیزای اولیه این بچه رو خریدم، از این بعدم هر چی لازم داشته باشه وظیفه رو براش تهیه میکنم. یعنی من لای هزار جور آدم قالتاق فیلم این تیپی بزرگ شدم، مثل خواهرتو نیدم. اون داوود حالو لایی کشید رفت خاک بر سر ما. تو داوود چی گفتی؟ شماره یکی رو که داشتم تحقیقات میکردم و گرفتم دادم بهش تا خودش آمار خواهرتو بگیره. تو درباره نسرین تحقیقات من در مورد خونه مامانت داشتم تحقیقات میکردم. چی کار کنم که دوم خونه مادرت وصله به نسرین خانم؟ ببخشید بچه ها، من واقعا ازتون معذرت میخوام. اصلا دلم نمیخواد به خاطر من شما بحثتون بشه. یه دو روز فقط بهم فرصت بدید من یه جایی پیدا کنم. از این گری کردن تا مثل سیسمونی خریدنت دیگه. آره یعنی چی؟ تو فکر میکنی من نمیدونم از سپیده پول قرض میگیری میری واسه بچه من اسباب بازی و چرت و پرت میخری؟ آخه تو چرا فکر میکنی همه دور و بریات خرن؟ بعد میای پوز میدی که میگی سیسمونی خریدی؟ تو چرا آخه همه چی تقلبیه؟ گفتم تو سه روز دیگه بهت پس میدم سپیده. خودش فهمید من چیزی بهش نگفتم. تو غلط میکنی به شوهرت نمیگی چیکار داری میکنی؟ درست حرف بزن. تو چته؟ طرز حرف زدن من همین مدلی. اگه ناراحتی هر ریورو بیرون. تو برو بیرون. هر وقت عقلت اومد سرجش تو نسی درست حرف بزنی برگرد خونه. عقل من سر جاشه. من عقلم سر جاشه. بچی بیجا هیچی نمیگم. دستش بزن. گم چجوری میتونی با همچی آدمی زندگی کنی؟ سرم داره میتره که ول کن. لیاقت تو این زندگیه؟ اینجا با این وضع؟ حرف نزن نسرین. من همیشه راجب تو یه رویا داشتم که داری توی خونه سفید بزرگ زندگی میکنی با یه شوهر شاعر ترکهی خوشتیپ فهمیده که همش هم داره نازتو میکشه. با یه قول بیابونی بی ادب که اصلا نمیفهمم تو از چیش خوشت اومده. اون شاعرای ترکه یه خوشتی به فهمیده سر شیش ماه عاشق یه آدم فهمیده دیگه میشن. آدم فهمیده هم تو دنیا کم نیست. میشه هر چند وقت یه بار عاشق یکیشون شد. نه نمیدونم تو کی میخوای قضیه مامان از سرت بیرون کنی. منظورم به مامان نبود. چرا تو همیشه تای حرفت منظورت من مامان؟ مامان بابای تو رو با دو تا بچه ول کرد عاشق بابای من شد. حتما خیلی فهمیده بوده دیگه. خیلی مسخره است.
همه چی باید همونجوری باشه که تو فکر میکنی تا مسخره نباشه؟ تو تو اون خونه موندی چون این چیزا اذیتت نمیکرد. من حالم از همه چیزای موقتی به هم میخوره. هر کاری هم کنی همه چی تهش موقتیه. سروش 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 بیا لوشی الو سلام سروش جان خوبی؟ واسه چی نباید بیاد پیش من؟ خواستم بهت بگم بیای ببینیش بهت احتیاج داره حالش خوش نیست اگه ببینتت خیلی کمک بهش شده یه ساعت خیلی خوب باشه زنگ میزنم میپرسم ولی بالاخره هر کاری کرده باشه مادرت نسرین تو که میفهمی بیا باش حرف بزن خداحافظ خدا برکت خیلی ممنون درست شما دارم خیلی سلام سلام گفتم خرید داشتی من برسونم اتون خونه خونه نمیرم هر جا بخواییم بریم من میبرم با اتوبوس میرم تا ایستگاه اتوبوس میرسونم اتون ماشین این بره امیر همه چه چیزایی میگه پشت سر نسرین خانوم تا میام باهاش حرف بزنم هی میگه زنگ بزن از این بپرس زنگ بزن از اون بپرس میخوام ببینم این حرفا یعنی چی نسرین مریضه آقا داوود اگه امیرم چیزی داره یعنی چی مریضه یعنی حالش خوش نیست ریخته به هم از کی خیلی وقته امیر چیز دیگه میگه میدونم امیر چی گفته میگه پلیس دنبالشه اخلاقش خوب نیست از یه آموزشگاه نقاشی رو بارشن ببینین اینا همش حرفه من نسرین خانومو به چشم خودم دیدم از همه ما سالم تره فقط چون رفتارش با زنهای دیگه فرق میکنه همه براش حرف در میارن شما هم که خواهرشی عوض این که پشتش در بیای همش میگی مریض مریض کاش همه مریضا مثل نسرین خانوم بودن اصلا نسرین سالم مریضم نیست یعنی چی فکر میکنی نسرین میاد با شما ازدواج کنه آخه شما چه ربطی دارین به هم؟ تو رو خدا بس کنین این مسخره بازیو. برای شما مسخره بازیه. من با مادرم هم صحبت کردم. میفهمین چی دارین میگی؟ اصلا میشناسین نسرینو؟ من که نمیگم همین فردا ازدواج کنین. بچه که نیست نه. حرفشو میزنین. وقتش هم هر وقت خودش خواست تعیین کنه. نسرین فقط براتون دردسر داره. یعنی چی؟ یعنی اگه شما هم بخواید پاپیش بذارین منو امیر نمیذارین. من همینجا پیاده میشم. من فکر میکردم شما اگه بشنوین امیر پشت سر خواهرتون بعد میگه شاکی میشین. اما انگار با همین
سلام. سلام. من خواهر نسرینم، سپیده. الان برمیگردم. با پسر نسرین حرف زدم، گفت زنگ بزن به آموزشگاه نقاشی که نسرین درس میداده، اونجا هم منشی شمارمو گرفت. صبح یه زنه زنگ زد به گوشیم، آدرس یه مسافرخونه رو داد. چرا من نگفتی؟ به مسئله قضیه رو نگفتن که بتونن نسرین رو پیدا کنن. و یه چی کار کرده؟ زنه که تو مسافرخونه دیدمش مادر یه پسر 19 ساله بود. پسرم از شاگردای نسرین تو کلاس نقاشی بوده. چند روز پیش جلو چش همه خودش از پنجره کلاس نقاشی میندازه پایین. خب اینا چه ربطی به نسرین داره؟ همین دیگه، میخوان پیداش کنن باهاش حرف بزنن. یکی سر کلاسش خودشو کشته، بعد پلیس میخواد نسرین رو بگیره؟ کسی نمیخواد بگیرتش، میخوان باهاش حرف بزنن. مادر دیگه چی گفت؟ هیچ. پشت بوم رفته چه کار؟ نمیدونم. برای چی اومدی اینجا؟ چی؟ نسرین چرا اومدی پیش من؟ چی شده؟ دفعه آخر تو بیمارستان بالا سر مامان چنان دادی زدی سر من که پرستار انداختت بیرون. حالا چی شده دوباره اومدی پیش من؟ دلم برای تنگ شده بود. خب وقتی حرف میزنی به من نگاه کن. دو روز قبل از اینکه بیای یه پسر 19 ساله پنجره کلاس نقاشی تو خودش انداخته پایین. هنوز یادت نمیاد چرا اومدی پیش من؟ منو نگاه کن. منو نگاه کن، پسر چه رفتی داشتی به تو؟ چرا اینجوری میکنی؟ چی بگم بهت؟ خودم بهت میگم، یه جوری باش رفتار کردی، یه جوری نگاش کردی که فکر کنه فرق داره واسه تو. پیش مهربونی کردی، تلفن زدی، نامه نوشتی، گفتی بدون تو نمیتونم زندگی کنم، بدون تو نمیتونم نفس بکشم. همه بس من همه جملهای تو رو حفظم نسرین. بعد که وابسته شده تحقیرش کردی، مسخرش کردی، روانیش کردی. هیچ رابطه ای نبود. اون اصلی که خودشو کشته قبلش داشتی 2 ساعت با هم دعوا می‌کردی. چرا نمی‌ذاری برای تو؟ اون پسر به خاطر تو خودشو کشته. مادرش فکر می‌کنه که تو قاتلشی. اون بچه بود فقط. بچه نبود نسرین، همسن پسر خودت بود. نمی‌خوام راجع به سروش از حرف بزنم. من راجع به هر چی بخوام حرف بزنم تو هم باید گوش بدی. گوش کن. خودم دستم درد گرفت. از وقتی که اومدی رفتی پسرتو ببینی؟ اون پسر بدون مادر بزرگ شد. چون تو دوست داشتی اونجوری که دلت بخواد زندگی کنی. پسرت خیلی خوب بزرگ دیگه، ولم کن. فکر دیوونه شدن سخته؟ همیشه اونجوری که دوست داشتی زندگی کردی، با هر کی که خواستی، هر جا که خواستی، تهش هم خودتو زدی به خلبازی. آخرش از همه ما هم طلبکار بودی که چرا ازت پرستاری نکردی؟ من هر جوری زندگی کردم تاوانشم. تو خانواده یه نفری نمیشه تاوان داد. تو داری انتقام چی از من میگیری سفیده؟ تو مامان کاری کردین که میترسم بچه‌ی توی شکممو دوست داشته باشم که فردا بشه یکی شبیه شما. چرا میگی یه کاری کردین ولی هیچ وقت نمیگی مامان چی کار کردین؟ با تو چرا فکر کردم؟ همه این سالا بهش فکر کردم. تو فقط این بازی رو انداختی که منو اذیت کنی، وگرنه مامان کاری نکرده که تو نتونی ببخشیش. من کاری نکردم که زندگی تو رو نابود کرده باشه. تو مریضی سپیده، از اینکه منو اذیت کنی کیف میکنی؟ تمام عمرت واسه اونایی که دوست داشتن بازی کردی. بیچاره این بچه معصوم که قراره تو بزرگش کنی، تو واقعا خولی. برو وسایلتو جمع کن قبل از اینکه مادر این پسر بیاد.
بذار برای توضیح بدم سپیده. برو پایین. تو اصلا با مادر اون پسر حرف نزدی، این هم واسه این میگی که منو بیشتر اذیت کنی. کلید نمیخوای؟ چی گفت؟ میگم حالا بهت. نسرین دو ساعته دارم یه بند به گوشه سپید خانم زنگ میزنم، کسی بر نمیداره. تو چرا موبایل نداری؟ برای اینکه کسی نتونه یه بند بهم زنگ بزنه. کجا داری میری؟ میرم خونم. الان خونت کجاست؟ تو باغچه. برای چی میپرسی؟ من باید بدونم. چرا؟ بریم تو ماشین با هم حرف میزنیم. اینجوری نگام کنی که من اصلا نمیتونم درست حرف بزنم. خوبه. ببین من میگم زن باید فهمیده باشه. اگه لازم شد جلو دو نفر دو کلمه حرف بزنه مثل خر نمونه تو گل. دوست ندارم زنم مثل خودم باشه. از اینکه میدیدم مدام مثل بچه ها خوشحالی ازت خوشم اومد. برعکس این زنایی که تا دو کلمه باهاشون حرف میزنیم همش میگن آی سرم درد میکنه، وای کمرم گرفت، آخ دلم پیچ میخوره. با مامانم هم حرف زدم، عکس تو دید گفت این حرفشو دارم میگم، گفت از سرت هم زیاده. ولی همه اینو به کنار، برای من تو زندگی صداقت از همه چی مهمتره. فقط کافیه به هم بگی همه دارن دروغ میگن. الان میتونم نگات کنم؟ نگاه کن. تو چی میخوای بدونی؟ تو قبلا ازدواج کردی؟ نه. امیر میگفت یه بچه بزرگم داری؟ نه ندارم. قضیه آموزشگاه نقاشی اون پسر 19 ساله که من هیچ وقت تو آموزشگاه نقاشی درس ندادم.
میبرمت خونه پیش مادرم. فعلا همونجا بمون. خودم هم میرم خونه یکی از بچه‌ها. هر وقت دوست داشتی با هم حرف میزنیم. من یه سری از وسایلم هنوز جمع نکردم. خیلی خب من واسطه‌ام، برو بیا. چند ساعت طول میکشه؟ چند ساعت؟ بیا همینجا دوباره دنبالم دیگه.